کنم. نه فقط این هفته‌ای که گذشت، چند روزی که گذشت، تمام تلویزیون و فیسبوک و همه جا راجب کوروش بزرگ صحبت می‌کردن. سالگرد تولد بود، هر چی که بود واقعا بزرگ داشته کوروشمون در ایران بود که همه واقعا در شور هیجان بودن. بله، پاسارگادم دیدم. بله، خیلی غیرت ایرانی ها. واقعا واقعا خیلی باشکوه، خیلی باشکوه. و من میدونم که یه مطالبی راجع به همین برنامه ها توی کتابمون هم، حتی انجیلمون مقدس هم هستش. بله بله. در تو کوروش در مورد خوبی های ایمان و برنامه هایی که به صلاح انجام میده. در تو کوروش کبیر خدمت شما عرض کنم بیش از 20 بار در کتاب مقدس اعلام شده و میدونیم که زمانی که قوم اسرائیل در تنگی بودن و تحت تهاجم و ظلم ستم ابرقدرت ها قرار میگرفتن، در کتاب ارمیا نیز پیشگویی میشه، در کتاب اشعیا پیشگویی میشه که خداوند شخصی رو در ایلام، در ایران، حالا ایران امروزی، بلند خواهد کرد به نام کوروش. یعنی 150 سال قبل از تولد کوروش کتاب مقدس این نوید رو به قوم اسرائیل میده که اونها رو از اسارت در میاره و دوباره این فرصت رو خواهند داشت تا خانه خدا رو بسازن. و اگر اجازه بدید کتاب، فکر میکنم باید کتاب اشعیا 45 باشه، با هم یه نگاهی میکنیم. بله. از اتاق فرمان خواهش میکنم، من نمیدونم اگر براتون مقدور هست بعد از این بریم یکی از این کلیپ هایی که من خیلی دیدم روی فیسبوک. بله. که توی ایران من میبینم هموطنان ما با چه غیرتی برای حالا یاد بود و تولد کوروش کبیر بوده اون رو داشته باشیم. ولی دوست دارم قبل از اون آیه رو بخونیم. عزیزان این آیاتی که دارم میخونم برمیگرده به اشعیای نبی که در اصل 150 سال قبل از تولد مسیح هستش، یعنی 600 سال قبل از عزم 600 سال قبل از تولد مسیح هست، 150 سال قبل از تولد خودش هست. یعنی هنوز کوروش متولد نشده اما 150 سال قبل از اون خداوند نیست پیشگویی میکنه. آیا خطی رو داریم؟ بله، بله بله، اجازه بدید خط رو بگیریم و بعد ادامه. شما بخیر عزیزم، بفرمایید. خیلی ممنون، پاینده باشید. خیلی ممنون از محبت. بفرمایید. من داماد هستم. خسته نباشید. خیلی ممنون سامان جان. در خدمت شما هستم. بفرمایید سامان جان. خواستم درود به شما بگم و یه درود به ویژه پارک ریسماتی بفرستم. آمین. خواهش. عزیزی. مرسی. مرسی از محبت. سامان جان. سامان جان. از کجا زنگ میزنید؟ سامان عزیزم. آخ بب. جانم لطف کردی سامان عزیزم، مطلبی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. من می‌خواستم بگم از اون روزی که قلبم به عیسی مسیح دادم گشایشی از زندگیم ایجاد شد، بیکار بودم، در کار رفتم. خدا رو شکر. خدا رو شکر سامان عزیزم. از خداوند می‌خوایم که خدا بیشتر از گذشته شما رو برکت بده سامان عزیزم. ممنون که تماس گرفتید. همچنین همه هموطنان من خواستم یه دعا کنید برای تمام عزیزان و اونایی که زندگیشون تنها هستن، اونایی که اعتیاد دارن، معتاد هستن، دعا کنید که یک گشایشی در زندگیشون بشه. حتما حتما. پس سامان جان میخواید از تلویزیون گوش کنید ولی من هر حال این دعا رو میکنم. لطف میکنید. مرسی عزیز. منم متقابلم. مرسی. مرسی از سامان عزیزم از ایران. خدا رو شکر برای غیرت سامان جان. وقتی که کلام خدا میگه وقتی که ما میچشیم محبت خدا رو اعلام کنیم و کلام خدا میگه ایمان آوردم و سخن گفتم. ما افراد غیرتمند توی ایران بسیار داریم. بله. بسیار. بله. بله. که به مسیح ایمان آوردم و سکوت نمیکنم و خبر خوش نجات و مانند سامان عزیزم اعلام کنم. و اینو بدون سامان جان خدا تو رو برکت خواهد داد. اما میخوایم با هم یه لحظه دعا کنیم برای سامان عزیزم، برای افرادی که گفتن معتاد هستن چرا که قبلا ایشون خوش این تجربه رو داشتم و هر نیازمندی در ایران. هاللویا هاللویا. خدای قدوس پدر جان تو رو شکر میکنم برای این وقت، برای سامان عزیزم که تو او رو ملاقات کردی و او رو نجات دادی ای خداوند، از خرافات نجات دادی ای خدا، از امیال کهنه مانند اعتیاد ای خداوند، از وسوسه‌اش. اینا که از تو میخوام روح پر جلال تو
یک بار دیگه جاری بشه و سامان عزیز رو برکت بده، به شادی، به قوت، به آرامش. ای پدر جان و همچنین از تو میخوام هموطنان عزیز من که ای خدا به اسارت اعتیاد رفتن، ای خداوند، و هر عادتی که از طرف تو نیست، در نام عیسی مسیح خداوند من آنها را ملاقات کنی و آزادشون کنی از اعتیاد، از هر امیال کهنه و بده، خداوند، و مملکت ما ایران رو برکت بده، خداوند، هموطنان ما رو به خیرت و حکمت خودت، خدا، حقیقت خودت، خدا، برکت بده و نام خودت رو به آرزوهای دلشون، خدا، جلال بده. آمین. و همه اینها رو در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین. آمین که آمین. با ایمان دریافت کنیم. بریم با هم دیگه از کتاب اشعیا 45 که یکی از پیشگویی هایی هستش که میبینیم کلام خداوند در از حدود 700 سال قبل از تولد مسیح داره این رو میگه. بازم یک بار دیگه میگم 150 سال قبل از تولد کوروش، هموطنان عزیز، کوروش هنوز متولد نشده بود که خداوند در کتاب ارمیا و در کتاب اشعیا نیز که شخصی به نام کوروش خواهد آمد و نیز اون مسیح خداوند خواهد بود. پس این رو بدونیم، اگر امروز ملت ما به دنبال نام بزرگ کوروش میرن برای رهایی، برای آزادی، به دنبال یک کسی بی خودی نمیرن، به دنبال کسی نرفتن که بگن بلند شده اعلام پیغمبری کردن. اعلام پیغمبری هم نکرده کوروش، ولی حقیقتا از طرف خدا خوانده شده بوده برای اینکه بتونه، هرچند 2500 سال پیش، اما اون منشور حقوق بشر رو بنیان کنه تا امروز مردم به پیروی او بتونن از آنانی که بی دفاع هستن در جهان نیز این دست یاری رو بده به اونها و کمکشون کنه. اعلام میکنه در کتاب اشعیا 45:1 براتون میخونم، میگه خداوند به مسیح خیش، یعنی به کوروش، پس میگه به مسیح خیش، کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بکشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود، چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید، داره به کوروش میگه، و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته، پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی من یهوه. توجه کنید، داره خدا به کوروش میگه بدانید من یهوه هستم. لطف کنید شما، بله، کتاب مزمور 89:8 رو بیایید، لحظه به ذهنم اومد. بله. اونو آماده داشته باشید. پس بله. داره خدا به کوروش میگه خدای حقیقی، خدای زندگی داره با تو صحبت میکنه، یهوه است. هموطن عزیزم، نمیدونم اسم خدا چه خداییه، درباره اسم خدا تحقیق کن. کتاب مقدس اعلام میکنه خدای زنده، خدای حقیقی یهوه هستش. اعلام میکنه که من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل میباشم، به خاطر بنده خود. اسرائیل یعنی فرزند خدا، اسرائیل یعنی قوم خدا. در از خدا داره میگه من یهوه، نه اینکه بگیم این اسرائیل که الان در نظر جغرافیایی هستش، خیر، خدا رو شکر برای این اسرائیل، خدا رو شکر برای مردمشون، اما منظور اصلی اسرائیل یعنی هر کس که به خدای زنده ایمان داره، بت پرستی نمی کنه، به دنبال خدای اجدادش نرفته، تحقیق کرده و با خدا رابطه عاشقانه داره. حتی کسایی که مسیح ایمان می آورن در اصل اسرائیلی هستن، یعنی فرزند خدا هستن، قوم خدا هستن. و اعلام که به خاطر بنده خود یعقوب برگزیده خیش اسرائیل، هنگامی که مرا نشناختی، یعنی هنوز به دنیا نیامده بودی، اصلا هیچی نبودی، داره به کوروش میگه، تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم. من یعنی اسم کوروشم خدا گذاشته کوروش. من یهوه هستم و دیگری نیست. اینو بدون، فقط یهوه خداست. امیدوارم به کسی برنخوره. ببخشید، بی تحقیق کنید، الله خدا نیست. الله یکی از بت‌هایی بود که توی مکه، توی اون کعبه بودش. خواهش میکنم، برای همین هستش الله اکبر گفتیم، دنیای ما بدتر شده. برای آزادی کشور ایران دیگه الله اکبر نگید، بت بزرگه که چی، بت بزرگه، کشور ما از این بدتر خواهد شد. اعلام میکنه من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی، یعنی زمانی که هنوز به این دنیا نیامدی، تا از مشرق
آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست، من یهوه هستم و دیگری نه. پدیده آورنده نور و آفریننده ظلمت و سانه سلامتی و ادامه میده. پس اینجا ما میبینیم که داره در اصل کلام خداوند اعلام میکنه که خدا چگونه کوروش انتخاب کرده و میخواد از اون استفاده کنه برای رهایی مردمی که روی زمین در ظلم هستن. به طور خاص خب قوم اسرائیل رو داره اشاره به اون میکنه. اما لطفاً بریم 89:8 چی میگه؟ ببخشید. ای خداوند قادر متعال کیست مانند تو در قدرت و امانت بی‌نظیری. مرسی. فکر کنم اون تفسیری اجازه تفسیری فرق کنه. بذارید من خودم از مزمور، چون میدونیم کتاب مقدس هموطنان عزیز تفزیلی داریم، تفزیلی اصل تقریبا همونی هست که از زبان عبری و از زبان یونانی گرفته شده ترجمه شده، تفزیلی توضیح داره میده، اما تفزیلیش رو براتون میخونم که دقیقا همون رو داره اعلام میکنه. کتاب مزمور 89 نویسنده میگه ای یهوه خدای لشکرها، داره میگه یهوه است خدای، ای یهوه خدای لشکرها کیست که ای یا قدیر مانند تو و امانت تو را احاطه میکنه. پس یهوه خدای حقیقی هست، خدای لشکرها هستش که به حمایت کوروش میره و کوروش رو حمایت میکنه که کوروش نیز بتونه دولتمندان ظالم رو نیز سرکوب کنه و اون منشور حقوق بشر رو بیاره. حالا بعد از این دوباره اتفاقایی هستش، اما میخوام یه استراحتی هم شما عزیزان بکنید، بریم با هم دیگه کلیپی که یکی از کلیپ های بسیار عالی در پاسارگاد در این یکی دو روز بوده که هموطنان ما از راه دور و نزدیک به پاسارگاد رفتن با توجه به اون محدودیت و میدونیم با اون ترسایی که دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده و اون وحشتی که ایجاد کرده، اما ملت ما به این غیرت رسیدن. به طور خاص هموطن عزیزم که از ایران اومدی بیرون، نترس کشورتو به خاطر اینکه تو میری ایران و میایی نفروش به این راحتی. حیفه تو از ایران اومدی اینجا پناهنده شدی، حالا که پناهنده شدی میترسی از آزادی ایران. من با همه ایرانی ها نیستم، ولی میشنویم توی مردم ایران هستم، تو جامعه ایرانی داریم زندگی میکنیم. کیسا میاد بیرون بعد میبینن شما پناهنده شدی، به راحتی رفتی ایران، اومدی، حاضری تو کاباره ها عکستو ببینن همه، ولی حاضر نیستی که در مجموعه که از ایران، آزادی ایران صحبت میشه، کسی تو رو نشون بده، فیلمتو نشون بدن. نترسید، این ترس باعث بدبختیه و این ترس از همون الله اکبر میاد. وقتی که میگیم بت بزرگه، خدا رو نمیشناسیم، بتو بزرگ میکنی، ترس، نگرانی، بیحکمتی، بیخردی و فساد و ظلم همونطور که تو جامعه ما ایران هست نیز این زیاد خواهد شد. حتی وقتی شنیدم چند وقت پیش اینجا توی لس آنجلس هم بیخردایی بودن دسته را انداختن برای یک بتی به نام حسین. اینها باعث بیبرکتی خواهد شد، آرامش از بین خواهد رفت، چون به دنبال بت هستیم. اگر به دنبال بت باشیم، ترسم هست، فسادم هست، ظلمم هست. حتی آمریکا رو ما میتونیم با اون باور بت پرستانمون خراب کنیم. هر کجا که بریم باور بت پرستی رو بنداز دور و با خدای حقیقی یهوه زندگی کن. بریم و برمیگردیم. Ah!
نبوده.